سلام محمد و آل محمد و عجل قائم محمد. ای زیدانم تک تک تو خوشمند. سید پیجه تو گوشی هی هست میشه. چیکار کنم دادشت میگه بی ادب من دوست دارم جون. با وام شوخی کردی. شوخی کردی. من که با شوخی نهشتم. ولی خب سرشوخی رو بازی باز کردی دیگه فداتون بشم بانو فرانی عزیز بانو فرانی دوست داریم بیاین بالا آقا محمد رزا آقا ناصر میکل عزیز سندی عزیز علی آقا آقا حسین آقا مجید همه تو خوش اومدید. آقا ناصر بزرگوار آقا میسم عزیز او ولی پور عشق منی فدا تو بشم یا هله همه تو خوش اومدید. آقا مصطفی گل خالو شهریار عزیز بجی خوش آتی آنی حبیبی تک تکتون عشق منین وجودتون صفاتون جریان آقا نادر چی بوده کدوم آقا نادر نادر زیاد داریم ما هم شما رو دوست داریم برادر ما با اصل قضیه مشکل داشتیم که خودت میدونی جریان چیه ما اونایی که تو دلمون هستن از دل بیرون حکم از دلمون خارج بشه سعی میکنیم دوباره ورش گردونیمش تو دلمون به ندرت میشه از کسی رو از دل بندازیم بیرون ما فقط با یه بیناموس بیزات و بی اصل و نصب مشکل داریم اونم اسمش هانیکوناس من یعنی من خاک پای هشتاد میلیون ایرانی هم با تمام توایفش با تمام مذاهبش با تمام با قول معروف از هر شکل و لغ رنگ و دین و آداب و مذهبی که هستم من سید پوش خاک پاشونم من تو کل ایران تو کل ایران فقط با یه هانیکونا مشکل دارم خدا لعنتش کنه اگه بعضی موقع میبینیم بیعدبی میکنم یا میبینیم حتی به حسن روحانی گیر میدم حتی نمیدونم به سپا گیر میدم به نمیدونم به ایکس گیر میدم به ایگره گیر میدم فقط باعث و بانیش این بیناموس هانیکوناست بهشون میگم دیگه بس کنین خجالت بکشین خجالت بکشین دیگه تا کی این بیناموس مخبر آدم فروش آشپزخونه شیشه دار نفس میکشه تو کوچه پس کوچه های ایران این باید نفسش قطع بشه ولی من با هیچ بنی بشری مشکل ندارم <applause> آقا مجید میگه سوال کنی به مولا خودم خفت میگم عشق ولی آقا نادر بیابانید خوش سلامتیش آزادیش ببین یکی از ایرادایی که ما از دولت حسن روحانی میگیریم ما رو عصبی میکنه خب همینه دیگه یه شخصی مثل آقا نادر بیابانی بزرگ مرد مردمدار، صفردار، با شخصیت دست بگیر ببینین برین کارنامهش نگاه بکنین دم به ساعت اون موقع که سیل بود به سیل زده ها کمک میکرد اون موقع که زلزله بود دم به ساعت میرفت به زلزله زده ها کمک میکرد به آزادی زندانیا کمک میکرد به سرطان اونا بچه هایی که سرطان داشتن دم به ساعت میرفت خدمتشون میکرد همچی شخصی رو شما ها آقای دولت حسن روحانی همچی شخصی رو مثل نادر بیابانی رو میندازین تو زندان اون موقع بی ناموس بی اصل و نسب بی همه چیز مواد فروش و ناموز فروش مثل هانیکونا رو میزنه تو کوچه پس کوچه های ایران نفس بکشه توف تو ذاتتون توف تو اصلتون اینجوری میکنین این کارا رو میکنین که مردم به به لیاقت شما شک میکنن به نظام شما شک میکنن همچی کارایی میکنین به خدا شک میکنن به دین شک میکنن به مرام و معرفتتون شک میکنن به وطن پرستیتون شک میکنن این کارا رو نکنین به والله نه من سیاسی نه با سیاست کاری دارم نه از دو نه از نزدیک ولی این کارا رو نکنین من پدر مادرم سر سفره پدر مادرم رو به من یاد دادن گفتن آقا جان حرف حق بزن حتی اگه شارگت زدن به والله درست نیست این کارا رو نکنین این کارهای شما باعث میشه مردم به دین به مذهب به خدا به پیغمبر به نظام به, به هر کی به هر آدا و سننی شک بکنن نکنین این کارا رو آزاد بکنین نادر بیابانی رو خوبای ما رو آزاد بکنین این بیناموس های مواد فروش ناموس فروش رو بندازین تو زندان جای این خوبا وگرنه ما نه به دور نه به نزدیک با هیچ بنی بشری کاری نداریم مستحق نیست لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم اشغل به بالظالمين فدای همتون بشم ما همیشه سربلندی آب و خاک و وطنمون از خدا خواستیم از همت و بازو و فکر و اندیشه مردممون خواستیم اونایی که نگران شرافت خانواده نگران تمامیت ارزی مملکتشونن همه تلاشمون رو کردیم چه اینایی که بیرون چه اونایی که تو هن. حتی با اون اختلافی که دارن حتی با نظام هم که اختلاف دارن همشون نگران آب و خاکشونن. بیاین, بیاین حقایق رو پنهان نکنین خوبا رو تو زندان نکنین این بیناموس که باندای فحشاشون و مواد مخدرشون کل ایران نصف ایران رو برده به قهقرا اینا رو بندازین تو زندان نابودشون کنین خوبای ما رو رها بکنین بذار خدمت به مردم بکنن بذار مشتیگری رو به مردم یاد بدن شرافت و مردم داری رو به مردم یاد بدن به والله من کسی تو این وادی نهی چون فهرس خوردم به خاطر این جوونا دیدم با این جوونای ما به والله فرق ما بین مشتیگری و عباشگری رو نمیدونن چیه اومدیم بعد فهمیدیم به به یه شخصی به نام هانی کنا با پولای مواد مخدر اومده یه امپراتوری درست کرده دورور خودش و تو فضای مجازی چپ راست چپ راست بالا پای هر جا میرفتی میدیدی کلیپ بیناموسش رو گذاشتن تعریفش میکنن دیگه خودش پول میده خودش هم تر همه تون شنیدین دیگه آخه چجوری یه جوون ما که تازه مثلا میخواد مشتیگری و بزرگی و اخلاق و ادبیات یاد بگیره بره زیر پرچم یه مفعولی به نام آنی چجوری شما غیرتتون قبول میکنه یا ایوه الناس چجوری غیرتتون قبول میکنه جمعون شما ندانسته بیافتن دنبال یه مفعول بش بگن سلطان سلطان چجوری غیرتتون قبول میکنه دختراتون و پسراتون و بار بار مواد مخدر بهشون میده که ترانزیت بکنن این اون ور چی جوری غیرتتون قبول میکنه خدا لنت بکنه هانیکونا رو و اون کسی که از هانیکونا دفاع میکنه حتی با سکوتش بابا دیگه اهل کوفه هم نشین دیگه ای میان میرین تو ایام محرم میزنیم به سر سینت ما اهل کوفه نیستیم ما اهل کوفه نیستیم اهل کوفه هستین وقتی امثال هانی کنا راست راست تو خیامون را میرن و آشپزخونای مواد و مخدر پخش میکنن و درست میکنن و ناموستونو رو میفرستن ترکیه و دوبیه و هزار تا بیشرفی اهل کوفه هم بدترین شما به الله اهل کوفه بدترین شما وقتی سکوت میکنید برای همین وقتی من عصبانی میشم فش میدم میگم فلان فلان تو فلان حتی هر کسی که با سکوتش از هانی دفاع میکنه با خیلیاتون با سکوتتون دفاع میکنید سکوت جایز نیست در برابر ظلم سکوت جایز نیست نگین سید تو ایران اینجوریه اینجوریه بس بس چرا میزنید تو سر صورتتون برای امام حسین امام حسین این چیزها رو یاد نداده به ما اومده گفته هر جا ظلم دیدین هر جا ناحقی دیدین جلوش وایسین حتی به یک کلمه خیلیاتون خیلیاتون وجود ندارین یه کلیپ ضد هانی بذارین خیلیاتون خیلیاتون وجود ندارین با دو تا پی دو تا پیج فکر میان تو دایرکتون علکی علاق... خودشون رو میگن میان میزنیم فلان فلانتون تو میگن جا میزنین نکنین زشته در شعنی یک مرد نیست در شعن یک انسان شریف نیست سری جا بزنه آدم خدا یه بار به جون داده یه بار هم جونشو میگیره چه بهتره که آدم با نیک نامی از دنیا بره با سالاری از دنیا بره با مشتیگری از دنیا بره نه با خفت و خاری و پسی بره زیر پرچم اوواشی مثل هانی کنا عشق من ببخش من اهل موعظه نیستم ولی واقعا واقعا هرسم میگیره هرسم میگیره از این سکوتی که در این میکنین چه, خ... چه ملتمون چه دولتمون عشق من این خدا حفظتون کنه خدا حفظتون کنه قلب من این من یه مقدار دیگه اگه عزه بدین رفع زحمت میکنم همه رو به خدای متعال میسپارم ایشالله هیچ ظلمی هیچ بدی هیچ کم, کسر, کم کسری, برای ملتمون نباشه پرچم همه بالاست فقط شهامت بکنین حرف بزنین من نگفتم آقا حداقلش نگفت آقا برین سیاسی حرف بزنین یا ایو نرین سیاسی حرف بزنین ولی میتونین جلو باندای فحشا و مواد و مخدر حرف بزنین هیچ هم نمیتونه به شما بگه تو چون حرفتون حقه چون حرفتون حقه شما میتونین شما میتونین اگه تو محلتون دیدین آشپزخونه مواد مخدر هست اگه رفتین گزارش دادین شما نامرد نیستین شما مخبر نیستین شما آدم فروش نیستین اگه کلانتری های محل اومدن برخورد کردن کردن نکردن شما برین خونه هاشون آتیش بزنین اون آشپز خونه های شیشه آتیش بزنین به این نمیگن آدم فروشی به این نمیگن مخبری به این میگن سالاری، به این میگن مشتیگری به این میگن ابهت، به این میگن مرام، به این میگن اخلاق، ادب، دلسوز، مردمدار. چون نگران نه فقط سلامتی خودتون هستین، نگران سلامتی دیگران هم هستین. درود به شرافت همتون شب و روزتون بخیر از دور پیشونی ها و تونو تک تکتون رو میبوسم همه تون برادر و خوهرهای عزیز منین خدا حفظتون کنه برای من دعا بکنین که مستدام بمونم تو این عملم تو این رفتارم تو این برخوردم با حانی و امثال هانی هیچ چیزی منو از این داستان مبارزه با اوباشگری حانی و آشپزخونه شیشش متغیر نکنه الا مرگم باورتونم نشه هیچ موقع و به هیچ عنوان بارها گفتم کلیپ هم گذاشتم گفتم اینم برای تاریخم ثبت بش بکنید اگه روزی اومدم ایران یا هر جای دنیا اگه دیدین من ریش و عبرومو زدم و گریه دارم میکنم میگم یا ایو هنناس هانی آدم خوبی شما یا ایو هناس باورتون نشه هانی مفسد و فل ارزا و سماس باورتون نشه اگه تحت تاثیر هر چیزی که قرار گرفتم ضرب شد شکنجه حسار هر چی که شما بگین اومدن دیدین من گفتم هانی آدم خوبیه یا ایوه الناس شما باورتون نشه به والله هانی مفسد فل ارز و سماس هانی نابود کننده خانواده های شماست من نه به خاطر مال دنیا نه بخوام من باید دارم که عمل میکنم برای آخرتم فقط برای خدمت به ملتم از هیچ که ترس و باهمه هم ندارم دعا بکنین مستدام بمونم تو عملم تو کارم منم برای آقایت و خیری همه شما دعا میکنم برای نابودی هانی کنام دعا بکنین عشق منی یا علی مدر شب و روزتون بخیر دوستتون دارم تک تکتون